پاکستانی ها که از افزایش قیمت برق تکان خوردن و جاده ها می برایند. با فشار مردم بالای حکومت برای تخفیف مصارف جدید که ناگهان پول صرفیه برق آنها را افزایش داده است، تظاهرات تقریبا هر روز شروع می شود و کاروبار برای ساعتها تعطیل می شود. محمد سعید اوان، پدر 4 فرزند که از قبل با تورم دست و پنجه نرم می کند، در میان میلیون ها پاکستانی است که برای روشن نگه داشتن چراغ های خانه ایشان تلاش می کند. ما محصول برق خود را یک ماه پرداخت می کنیم و اگر مجبور به خرید کتاب یا پرداخت مصارف برای کتاب های اطفال خود باشیم، قادر به پرداخت ماه بعدی نیستیم. در ماه جولای، زمانی که پاکستان کمک مالی بسیار مورد نیاز خود را از صندوق بین المللی پول دریافت کرد، با کاهش سبسیدی انرژی و افزایش نرخ برق برای کمک به کاهش وام های عظیم بخش برق که نزدیک به 7.5 میلیارد دلار است موافقت کرد. کارشناسان میگویند بحران کنونی سالها در حال شکل گیری است. خالد ولید، عضو انستیتوت توسعه پایدار مستقر در اسلام آباد، میگوید در سال 2007، زمانی که یک بحران انرژی در پاکستان صورت گرفت، حکومت قراردادهای بسیار سودآور را به این دستگاه‌های تولید برق مستقل ارائه کرد. این توافقنامه ها شامل مخارج پرداخت ظرفیت ها بود. این پرداخت ظرفیت نشان می دهد که اگر دستگاه ها هیچ نوع انرژی تولید هم نکند، باز هم حکومت موظف است مخارج ظرفیت ها را با آنها بپردازد. پاکستان همچنان دارای یک سیستم انتقال ضعیف است که امکان سرقت گسترده برق را فراهم می کند. با کاهش سریع روپیه پاکستان و افزایش نرخ بهره، مستهلکین عمدتاً مسکونی و تجارتی باید برای فراهم کردن خدمات با وام‌های فزاینده بخش برق پول بیشتر بپردازند. محمود عباسی، مغازه‌دار، میگوید آنان چندین نوع مالیات اضافه کردند. این وحشیانه و ناعادلانه است. حکومت با توجه به توافق صندوق بین المللی پول نمیتواند کاری را انجام دهد. در حالی که حکومت به دنبال راه‌های برای کاهش درد پاکستانی ها است، پیام آن روشن است. این صورت حساب ها باید حتما پرداخت شود.